با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. قدیمی ها می گفتن که اگر به هستی رسیدی مست نگردی مردی، اگر به نیستی رسیدی پست نگردی مردی. خب یه نفری که پست هست ذاتن گدازاده است، از زادن بد ذاتن بدبخته. من یه روز بیمارستان دهی بستری بودم، عمل قلب اولم، بعد یه خانم دختر خانمی خلاصه پدرش آورد اونجا، این روداش به هم پیچیده بود، هر بیمارستان بودن قبول نکردن، آوردن بیمارستان دی و ازش پرسیده فرم بودن پر کرد و هزینهش با هر چی باشه من میدم. بعد خدمت شما عرض کنم که این برای خواسته بود اتاق عمل و کاراشو کردن و فلان اینها، و بعد یه سرسا و 800,000 تومان برای خانم چیه نوشتن دادن دستش که پرداخت کنه، باباش فردا بیاد مرخص کنه. بعد خب 800,000 تومان زمان خیلی پول، سال 76 بود دیگه. بعد دختر اصلا گیج شده بود، 800,000 تومان. بعد رو بره پول نیست که، گفت به شما پول نیست آقا جان. خلاصه چی فرداش تو رفت و برم چیکار رفت و فردا اومد و بعد منم مرتب زیر نظر داشتم اینو. رفت باباش صحبت کرد، باباش گفت که مرخص برام، گفت که انشالله پول جور بشه. گفت چقدر شده بابا جان؟ گفت 800,000 تومن. گفت چقدر؟ گفت 800,000 تومن. گفت دختر تو دیوانه نیستی؟ 800,000 از کجا میخوای بیاری تو؟ دختر گفت خلاصه بابا بیدم حالت بد اینجورا. بعد یک حرف قشنگ گفت اصلا تو دختر مویی 26 سال با ما زندگی میکنی، بود تو عمرم 800,000 پول دیدم؟ واسه هیچی. دختره دعوانی گفت برو 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 همجا میمونم. دختره بند خدا رفت و کلا 30,000 تومن جور کرده بود. خلاصه اونجا مون دیگه. دختره 3-4 روز بعد آمد گفت بهت گفتم اینجا ایوان همجا هست، جام خیلی خوبه، نهار هم میدن، صبحانه هم میدن، شام هم میدن، همجا هم خیلی خوبه. خلاصه 10-15 روز مون بیمارستان چاره نداده، خلاصه مرخص کردن. 800,000 تومنش نیده بود، راستم میگفت. اینا تو این پولا رو ندیدند، این رقم ها رو ندیدند، این عنوان ها رو ندیدند، این ماشین ها رو ندیدند، سوار نشدند. خب معلومه که مست میشند. اونم چه مستی؟ از همه مهمتر میگن این خواست امام زمان بوده که اینا رو ما داده، ما لایق بودیم توی مردم، ما لایق بودیم. حرف اینا همش همینه. جن برتر میگن ما اگر نبودیم، ما رو خداوند انتخاب نمی کردی پست و مقام به ما بده. خداوند به شما نداد، شیطان به شما داد. خدا به شما نداد، اون ابر ذلت ها به شما ها دادن، ریششون هم میخندیدن، یک گرتوجی میذاشتن باقی گرزه باجاش میبردند. شما زوق مرگ میشدید. یک آخون تو محل ما یک موتور گازی خریده بود، نمیدونید چی کار میکرد، حقم داشت. حالا در نهایت اینا این روزها دوستان شدیدن به هم ریختن، شدیدن کلمه کمیه، به هم ریختن تو خودشون. من اگه چیزی عنوان نمی کنم، بذار تو هم مشکلات خودشون بمانند و هم اختلاف خودشون بمانند و به جون هم افتادند شدید. چرا؟ چون شدید، چون هم میدونن چه اتفاقی میفته، همه میدونن چه اتفاقی، همه خودشون هم میگن، من نمیگم، خودشون میگن که یا آخر ما رو به تیر برق دادین، آخر ما رو به درخت آویزون میکنن. وقت اینها هر کی به فکر خودش الان میخواد بره خودش بکشه، بدزده، ببره، اموال دولت ببره. توی مازندران که اصلا عجیب غریب هستی میشنوید. اون طلاها اصلا مازندران بودی که از مدی کلا اوجه کارو خواست ببره خارج کنه. دم بچه های گمرک کرد. دم بچه جاندمری همون نیرنسوی به بوسه که مستر مرز اصلا گرم. شدید کنترل میکنن. سفتن پاش فای میستند. حالا یه اتفاقاتی روزا افتاده که الان گفتنش جایز نیست، ولی دم مردم، دم نیروها گرم که باج نردن. 11 نفر از اینا هفته قبل، در این هفته، در روز قبل رفتن، سردار و مردار رو رفتن. اینا به کشور افغانستان، پاکستان، شوروی، اربیل عراق، یک کشور دیگه هم رفتن، حقیقت نمیدونم. 11 نفر اینها با اونا هماهنگ کردن، قبلش از طریق سفارت هماهنگ کردن، رفتن که آقا ما سر اول داریم میخوام بریم اینجا. اونا گفته قدمتون روی چشم، چرا که نه. اینا هم آمدن، یارو خلبانه میگفت آقای محمد تا جارو برقی خونه شو آورده،
خلاصه اون یا اونا که رفتن اینا از فرمانده کل نیروی هوایی دستور داشتن یه کار بکنند. اون 11 نفر که اول اینا میرن چیکار میکنن تو کشور که میرسن، غیر از 10 نفر یکی نفرشون 10 نفر اینا بازداشت میشن. آقا من فلانی هم، من فلان کس هستم، من اینجوری. میگن آقا ما کار داریم اینجا، گمرک کشور ماست، این پول هایی که شما آوردید بیش از 2000 دلارش 2000 یوروش جرمه، قاچاق کردید. ای آقا با فریز های گفت فریز اینجا برای من ارزش نداره، ما اینجا گمرک خود کشور ماست. همه انگرد آبتی بده میگم، همه رو گرفتن بازداشت کردن، خیلی التماس و درخواست و برابر کردن. این زناشون رو فعلا به حساب شهست چوبیت ورشون کردن، یکیشون فقط همونجا هست، دهتا دیگه زندان هستن، بازداشت هستن. همه رو مصادره کردن، باد آورده رو باد میبرد. شما چقدر سر مرد و کلاه گذاشتید، پول آوردن چیکارشون کردید؟ خداداد یادتون میاد رفیق دوست؟ حالا یه عده تو کشور هستن دیر شما بترک، تو اون جریان 11 نفر گرفتن، یکی نفر 12 میخواسته بره، خلبان میبینه که کلی از آثار باستانی میگه من نمیبرم، من نمیرم. آقا فرمانی روی گفته بود هر کس گفته این مال کشور منه، میراث فرهنگی ماست، من نمیبرم و نمیبره و متاسفانه برخورده بدی باش میکنن، ضرب شتم بهش میکنن و خیلی مسائل دیگه. و بعد فرودگاه همون اونور تهران از پیاده میذارن، این عملا تعطیل میشه چون اینا ترس از مردمه، چون اونجا همه هستن خودش میدونن. بعد میان منتقل میکنن اینا رو به کجا؟ به فرودگاه مهرآباد. فرودگاه مهرآباد میان و بچه گمرک سفت وای میسن، نه خیر آقای حرمت اینجوری مردم میان، مردم میان به کمک اینها، آقا دوز، آقا فلان، آقا بیسار، من سردار فلان خفش مادر فلان فلان شد گفت خوردی چه سال دوزی بس کنید، فوش بدن بهشون، زود جا میزنن. بلا فاصله از قوه قضایی رو هم همه هم یعنی دیگه بیناموسی هر روز از یه نفر از داستانی میاد و مینویسه که هر من پروازی برود. و خیلی مسئله دیگه که پشت این قضایی هست، ولی من اینجا میخوام براتون یه نامه بخونم و بعد یک صحبت کوتاه دیگه دارم مسئله روز. بعد صحبت خواهم کرد. من در زمانی که تدریس میکردم دوستان، همیشه خدا 20 دقیقه آخر کلاسم آزاد بود برای سوال، برای جواب آزاد بحث یا مثلا بعد روشون میشه صحبت کنم، می نوشتم واسه من می نوشتم و من جواب میدادم. من زندانم که تدریس میکردم، زندان بودم، از زندان دو رقم تدریس کردم، یه رقم اون زمان کرمان بودم خودم میرفتم میومدم، بعد یه زندانی شدم بعد تو زندان درس میدادم، اونجا هم سوال جواب سوال جواب میدادم، کارا میکردم. علت داشت، علت چه با هم میدونی چی هست. بهترین مدرک تحصیلی جهان چیست؟ دوستان اینا 10 بار گوش کنید یا بخونید. شماها آینده ایران میسازید، شماها آینده معلم هستید، دبیر هستید، سازنده هستید، مربی هستید، شماها باید جامعه رو بسازید. این نامه به نظرم تک تو دنیا، این نامه واقعا تکم هست. علت چه میتونم بگم چرا تک است؟ نذاشتم تو کانال که خودم بگم به زبان خودم تأثیرش بیشتر باشه، چون متن اولش میخونن تا آخر تموم شه پیکاش. بهترین مدرک تحصیل جهان چیست؟ سوال خیلی قشنگیه. دکتر ویکتور فرانکل تنها کسی بود که موفق شد از زندان آشویتس در لهستان معروف قتلگاه آدمسوزی فرار کند. همین اروپایی همین اروپا همین که الان ادعای حقوق بشر و کوفت و زهر و اینا میکنن، همین دکتر ویکتور فرانکل تنها کسی بود که موفق شد از زندان آشویتس در لهستان معروف به قتلگاه آدمسوزی فرار کند. او در نامه خطاب معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ این گونه می‌نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی می‌شدند. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می‌کردند. من پرستاران کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می‌رساندند.
من فوق تحصیلان دانشگاهی دیدم که میتوانستن انسان دیگری را در آتش بسوزانند. مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد. چی جمله قشنگی. حرفی که بزن مرتب با میزنیم اینا که ملک دارن و ادعا میکنند. حالا میبینیم که تمام مدارک اینا مشکوکه و مدارک اینها چیز دیگه است. و مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد. از شما تقاضا میکنم که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر با یک مهندس از آنها یک انسان بسازید. یک انسان بسازید. یک انسان بسازید. تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری نیست. هر کس میتواند با چند سال تلاش به آن برسد. اما به دانش آموزان خود بیاموزید که بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است. گم شده این عصر دورانه. دانش آموزان خود بیاموزید بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست. من مشهد بودم، اسم بیمارستان یادم نیست. آقای دکتر بود، خودی باشم دوستی داشتیم. یک مریضی رو مریض که نه یه دفعه خوردن که این به خاطر دوزی انگوشش زده بودن قطع بشه. سه تاش قطع شد، یکیش قطع شد، سه تاش مونده بود. بعد اومدن تو چیز اتاق برافسیم در اتاق عمل باز کرد بود اونجا و اینا رو پیوند زد. از این چهار تا انگوش سه تاش گرفت، یکیش نگرفت. ولی وقتی پیوند داشت میز کار میکرد اول در اتاق زدن یه از این پاستاره ریشوی کثافت نجاست همون جنایتکار روانی. آقای دکتر این باید انگوشش قطع بشه. گفت اصلا برو بیرون. اصلا برو بیرون، اینجا طبیعی نیست. یه محل کار منه. کیف کردن، همه کیف کردن. و اینا رو بیرونشون کرد و پیوند زد. گفت من وظیفه‌ام پیوند زدنه، وظیفه‌ام درست کردنه. شما تخریب و ارتباط نداره. ببرید دوره قطع کنید، ولی من پیوند میزنم و شما حق ندارید تا سامان اینجا هست پیدا بشین اینجا. نه همینا. رفتم. و انگوشه این آدم سه تاش گرفت. گفت من وظیفه‌ام اینه. من وظیفه میز در اساس اهداف شما کار کنم. شما انسان نیستی، شرف ندارید. دزدهای میلیارد میلیاردی میرن این دزد بدبخت بیچاره که از گرسنگی 3 4 بار دزدی کرده طبق قوانین خودتون. نکرد. لذت بردم. تا 3 4 ساعت فکر میکردم. کار گفتم کاش که همینجوری انسان بودند. وجدان کاری داشتند. گفتم اسمش آقای دکتر قریداغی بود یادم. خدمت شما هستم. پس بیایم انسان تربیت کنیم از زمان بچگی، نه که بچه ما باید دکتر بره، بچه ما باید مهندس بره، بچه ما باید انسان باشه. من بارها اینو گفتم، بارها اینو گفتم. یک انسان با شرف یک موی گندش به هزار تا آدم بی شرف اینجوری میارزه. شرف داشته باشه، انسان باشه. ما اسمون انسانه، حیوان نیست. فقط عنوان بخرید. چون نمیدید اون سالای اول بعد از توطئه ننگین مردم برای دکتر شدن بچه‌شون چه کار که نمی‌کردند. 80% بچه اون دور زمان به خاطر فشار پدر مادرشون اینا نابارو از باروری دیگه بچه دار نشدن. چون وقتی فشار به مغز بیاد، زمانی که بخواد داماد میشه یا عروس میشه میخواد بچه دارشون دیگه نمیشه. مغز میگه تو این تخریب شده است، این بیش از کار کشیدی. این یک واقعیت محض علمیه. از چیزی باید کاست تا بیشتی افزود. از چی کاستی تا بیشتی افزودی؟ من راجع به بحث بیتکوین هم صحبت خواهم کرد. بعد راجع به این که شاهش ها تازه ما هر چی جلو میریم تازه ایشون ها نمیتونه کامل بشنیم. شاهکاری که ایشون کرد که حکومت ما حکومت ما سر کار اونه که اهل مطار و اینا بودن 200 سال اینو میمونن. چرا حکومت به این سودی به ذلت و خفت افتاد؟ صحبت خواهم کرد، یکی دیگه صحبت خواهم کرد. و شاهنشاه چه کار کرد؟ چه بلای سر اینا آورد که اینا به این زودی بی خفت و ذلت و آبشون در دنیا رفت؟ اینا زمین سازی کرده بودند. اینا حالا حالا برنامه داشتن بمونن با ارباباشون، همشون با هم توی چاه توالت و باتلاق خود ساخته و سیفونمشون کشته بشه. شما نمیدونم، من دوستان من نمیدونم چه بگم، آینده اروپا و آمریکا و روسیه و چین و اینا چه خواهد بود؟ اصلا باورتون نمیشه. به زودی اتفاقات خواهد بود.
آمدن رو کسی سرمایه‌گذاری کردن که الی آخر ایامتون بکنم روزگار خوش تا که بعدیم.